اول اردیبهشت ماه جلالی، بلبل گوینده بر منابر قضبان، بر گل سرخ از نم اوفتاده لآلی، همچو عرق بر عذار شاهد غضبان. این قطعه متعلق به افصح المتکلمین شیخ سعدی شیرازیه که اول اردیبهشت ماه رو مقرر شده که هر سال به عنوان روز سعدی مورد توقیر و بزرگ داشت قرار بدن فرهنگ دوستان و ادب پروران. این قطعه دو بیتی که خدمتتون عرض کردم در مقدمه گلستان سعدی بیان شده، در جایی که سعدی سبب تألیف گلستان رو شرح میده، یعنی بهار و فصل گل اول اردیبهشت ماه جلالیه. ایشون توصیف میکنه طبیعتی رو که در برابر چشم گسترده شده و بعد وارد متن صحبت میشه. میگه که تصادف این بود که من با یکی از دوستانم رفته بودیم در یک بوستانی نشسته بودیم و هوا تاریک شد. شب را به بوستان با یکی از دوستان اتفاق مبیت افتاد. در اینجا صحبت ادبیه. در این حال فضایی هم که توش نشستن یک فضای پر از شکوفه و عطر و یادآور جنات عدن و بهشت برینه، موضعی خوش و خرم. این موضعی خوش و خرم در واقع یک اشاره به حیات ابدیه، به اون فردوس و پردیسه. به همین دلیل یه احساسات معنوی در وجود سعدی و اون دوستش بیدار شده در اون موضع خوش و خرم و درختان در هم. گویی خرده مینا بر خاکش ریخته و عقد ثریا از تاروکش آویخته. از یه طرف داره خاک رو توضیح میده چجوریه که خرده مینا بر اون خاک ریخته، از طرف دیگه سقف آسمون رو داره بیان میکنه، یعنی در یک چنین عرصه بیپایانی قرار گرفتن. روزتون ما و نهرها سلسال، دوحتون سجع و تیرها موزون، آن پر از لابلها و رنگارنگ، وین پر از میوه‌ها و گوناگون، باد در سایه درختانش گسترانیده فرش بوقلمون. یک چنین فضایی رو توصیف میکنه، یک چنین یار معاشر و مصاحب صدیقی رو بیان میکنه و بعد چنان این فضا معنویه که اون دوست سعدی تصمیم میگیره که یه دسته گل بزرگی از اینجا تهیه بکنه و برگرده وقتی میره شهر این رو برای یاران ببره و خاطره این شب عجیب رو تعریف بکنه و به هر کدومشون گلی هدیه بده. سعدی میگه کجا میخوای بری؟ میگه میخوام برگردم برم شهر. میگه این طبقه گل رو برای چی درست کردی؟ میگه میخوام به عنوان هدیه و یادآوری این خاطره معنوی با خودم ببرم. اون دوست بهش این مطالب رو بیان میکنه و
میخواد بگه که چه اثر عمیقی این اجتماع دو نفری از نظر معنوی روی روحیه اون گذاشته و میخواد به نظر سایرین هم برسه. سعدی یه نکته رو بهش یادآوری میکنه، بهش میگه که بسیار کار خوبی میکنی، ولی این گلی که میبری حد اکثر عمرش 5 روزه. یه گلی رو ببر که موندگار باشه. گل همین 5 روز و 6 باشه، این گلستان همیشه خوش باشه. به اون دوست میگه از گلستان من ببر ورقی، یعنی به جای این که این گلهایی که از اوراق متعدد ساخته شدند به این زیبایی با این عطر، اینو برداری از این باغ ببری، از باغ معنای خاطر من چند ورق بردار و ببر، از گلستان معنوی من، چون اون گل با تمام زیبایی که داره از این راه وارد باغ میشه و از اون راه خارج میشه. گل عزیز است، غنیمت شمریدش صحبت، که به باغ آمد از این راه و از آن خواهد شد، دوامی نداره. اما این اوراق معارفی که من به سجع کلام میکشم و بیانش میکنم ابدیه، یعنی ز خاک سعدی شیراز بوی عشق آید، هزار سال پس از مردنش اگر بویی. و همینطور هم هست، ما مشاهده میکنیم که اون عطر و طراوتی که زمانی که سعدی این اوراق گل رو در باغ و بوستان و گلستان خاطر خودش شکوفا کرده، عطر و طراوتی که داشته، الان با گذشت 800 سال همون طراوت رو داره و همون معنویت رو در خاطر خواننده ایجاد میکنه. به این دلیله که گلستان سعدی بنا به گفته خودش همیشه هست، تا زمانی که زبان فارسی هست، تا زمانی که فارسی زبانان در 4 گوشه دنیا هستند و به زبانی که بزرگانی مانند سعدی از مهندسان و زینت بخشانش بودند استفاده می کنند، کلام سعدی جان بخش فرهنگیز روح افزاست. به همین دلیل بسیار عمل مثبتی بوده، کار صحیحی بوده که روز اول اردیبهشت رو به عنوان روز سعدی جشن بگیرن، چون از سعدی چه چیزی به جا مونده؟ دفتر گلستان و دفتر بوستان. و خود سعدی داره بیان میکنه که تدوین دفتر گلستان پایه‌گذاریش در اول اردیبهشت ماه صورت گرفته، در همون اول اردیبهشت ماه بوده که با دوستش رفته بودن به آن باغ فردوس نشان، و خودش تصریح میکنه و میفرماید اول اردیبهشت ماه جلالی، تقویم جلالی، اول اردیبهشت ماه بر مبنای محاسبه تقویم جلالی چه ویژگی داره؟ اینه که بلبل گوینده، گوینده یعنی آوازخوان در زبان فارسی، گوینده به معنی سخنگو نیست، گوینده یعنی کسی که آواز میخونه. بلبل گوینده یعنی بلبلی که آواز میخونه.
پرده های متعدد رو بلده بخونه. به همین دلیل بهش میگن هزار دستان. در هزار گوشه و مایه و دستگاه قادر آواز بخونه. اصلا به جای بلبل هزار هم میگن. بلبل گوینده رفته رو منبر نشسته، رو منبر شاخهای بلند درختان و اونجا داره آواز میخونه. این خصوصیت اردیبهشت ماه جلالیه. اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قزبان. قزبان با قاف و سادزاد یعنی چوب، یعنی چوب دستی، یعنی شاخه درخت. و بلبل میره رو اون بلندترین شاخه میشینه و شروع به چهچه زدن و آواز خوانی میکنه. آوازی که میخونه چیه؟ بلبل ز شاخ سرو به گلبانگ پهلوی میخواند دوش درس مقامات معنوی. یعنی بیا که آتش موسی نمود گل، تا از درخت نکته توحید بشنوی. مرغان باغ قافیه سنجند و نغمه گوی، تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. این سه بیتی که خوندم البته از یکی از غزلیات خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی بود. و بعد در ادامه سعدی می فرماید بر گل سرخ گل سرخ معانی بسیار زیاد مخفی و رمزآلود داره در زبان صوفیان و کسانی که در مسالک سلوک انشائی تن و روان حرکت کردند و به درجات و مقامات معنوی و باطنی و قرب الله رسیدند و چشم سومشون باز شده و مشاهدات فراحسی پیدا کردند. اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر قزبان، بر گل سرخ، بر گل سرخ خزنم اوفتاده لعالی. سحرگاه روی اوراق گل نم قطره های شبنم ظهور میکنه و این قطره های شبنم روی گل سرخ مانند صورت نگار محجوبیه که با چشم سوم میشه مشاهدش کرد، که در اثر شدت تابش و شعشعه نور صورتش سرخ شده و قطره های عرق روش ظاهر شده. اون مشاهده باطنی با چشم سومش رو داره بیان میکنه. یعنی گل سرخ رو که میبینه تداعی میکنه اون مکاشفه ای رو که با چشم سوم در عالم باطنی انجام داده. بر گل سرخ از نم اوفتاده لعالی، مانند این که مرواریدها پاشیده شده باشه روی گل سرخ و زیر شعشعه آفتاب جلوه بکنه و تشعشع داشته باشه. همچو عرق بر ازار شاهد قزبان. قزبان با قین و سادزاد یعنی غضب‌آلود که از شدت غضب سرخ شده باشه و عرق کرده باشه، به این زیبایی داره تشریحش میکنه. اینجوریه که عقد انسجام رساله گلستان توسط جناب سعدی در اول اردیبهشت ماه جلالی بسته میشه.